درود بر شما. برنامه امروز جمعه 27 آوریل برابر با 7 اردیبهشت 97 رو تقدیم حضور می کنیم که از جمله شامل مصاحبه است با یوسف اردلان پیرامون بستن مرزها در کردستان و همچنین اطلاعیه سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر در ارتباط با روز جهانی کارگر. در این حال دو اطلاعیه دیگه هم خواهیم داشت از تشکل‌های داخل کشور در رابطه با روز جهانی کارگر و روز معلم. امیدوارم که برنامه‌های امروز مورد توجهتون قرار بگیره. در این قسمت از برنامه گفتگوی دارم با رفیقمون یوسف اردلان پیرامون وقایع اخیر در کردستان، مسئله بستن مرزها و انگیزه های رژیم از این اقدام، واکنش های اعتراضی مردم نسبت به این مسئله، نقش زنان در این اعتراضات، مسئله نقش سپاه در قاچاق کالا و پدیده کولبرها و مسائل دیگه ای که در همین رابطه مورد گفتگوی رفیقمون یوسف اردلان قرار میگه. یوسف اردلان از فعالین سرشناس چپ ایران هست و ایشون از زندانیان سیاسی رژیم گذشته است که با انقلاب از زندان آزاد شد. او از آغاز فعالیت سیاسی خودش در جنبش کردستان ایران شرکت داشته و از صاحب نظران مسئله ملی و مسئله کرد در ایران محسوب میشه. رفیق یوسف اردلان، سلام و درود میگم به شما و متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. سلام به شما و بینندگان عزیز و تشکر شما که این فرصت رو به من دادید که در خدمتتون باشم. ممنونم. عرض کنم خدمت شما که همه در جریان تحولات اخیر در منطقه مرزی کردستان هستند. بخشی از مرزها رو بستن، مسائل اعتراضات زیادی نسبت به این قضیه صورت گرفته. این ماجرا در این حال مسئله زندگی مشقتبار کولبرها رو هم بیش از پیش تحت شعاع قرار داده. دلایل مختلفی مطرح شده از جانب رسانه ها و تحلیلگران و غیره. مسائل امنیتی رو مطرح کردن، بعضن مسئله ارضی رو مطرح کردن، بعضا مسئله نقش دولت اقلیم و به اصطلاح یا حتی پایین بودن استاندارد کالاهایی که وارد میشه و غیره و زاله. فکر کردیم که با شما گپی داشته باشیم در این رابطه و در این فرصتی که برای امروز داریم حداقل به شکل خیلی کلیتری اون جوانب ماجرا رو برای ما باز بکنید که اساسا این مسئله منطقه مرزی کردستان و مسئله کولبرها، بستن مرزها و غیره و زاله رو به طور کلی یه شمایی از این در دست ما قرار بدید تا با امید این که در فرصت‌های دیگه بتونیم خیلی مفصل‌تر باهاتون گپ داشته باشیم در این رابطه. بفرمایید. خواهش می‌کنم. این مسئله اخیر، مسئله اعتصاب کولبرها، اعتصاب بازار در منطقه مرزی بانه، مریوان و تا اندازه بازار سقز و بالاترش هم در پیرانشهر هم اتفاق افتاده. مسئله ارتباط کالا خودتون میدونید که همیشگی بوده ولی تا اندازه افت و خیز داره و این منطقه‌ای که تو کردستان هست اتفاقا فاقد جاده و راه‌های مواصلاتی به درد بخوری هست. اینی که حجم کالایی که اینجاها به صورت کالا جنس مادی که میاد جا به جا میشه شاید خیلی چشمگیر نباشه، این نکته، اما وجود داره. کالاهایی که در جاهای دیگه نمیتونه بیاد، بعضی کالاهای لوکس، بعضی کالاهای مثلا مشروبات الکلی که البته خیلی هاشم چون تو ترکیه در واقع میگن جعل میشه، ولی در هر صورت چیزی قابل عرض به بازار رو از اون مرزها میاد. و مسئله ارز مسئله دیگه‌ایه که باز هم از طریق به اصطلاح منطقه اقلیم کردستان یه وقت بازار ارزی به وجود اومده
بانک های که دور میزنن محاصرات و از این حرفا رو وجود داشتن تو کردستان عراق و مقامات ایرانی هم از این طریق به راحتی یا جناهایی که چون خود پاسدارا بزرگترین در واقع انحصارگر ورود کالان در همه جا و اون جنسایی که میگن به ترتیب اشاره فرمودین منم به ترتیب از پایین به بالا بگم یکیش اینه که جنس های بیکیفیت میاد اولا اون جنس های بیکیفیت پرحجم چیز از اونجا نمیاد اون جنس های بیکیفیت رو یا خود اونجا مصرف میشه یا از جاهای دیگه اون بنادری که خود پاسارا دارن و با در سطح ایران پخش میکنن اون داره اون جنس های بیکیفیت نمیاد جنس هایی که به اصطلاح از کالاهای اروپایی که از راه ترکیه میاد حالا چقدر اونجا جد بشه وسطش نمیدونم ولی چرا کار اروپایی عمدتا مثل یخچال و وسایل لوکس و وسایل مثلا خانه اسباب و وسایل خانه و از این حرفا از طریق به اصطلاح همین کردستان عراق میاد و از طریق مرزهایی که جاده نداره در نتیجه با مال و آدم جا به جا میشه حالا چی میگه خب چرا با مال نمیبرن چون با حیوان این جا به جا نمی کنن این هم خودش جالبه چون یه دونه حیوان بنده 5 تا آدم میتونه بار برداره ولی یه نکته برای همین آدم های در واقع وجوده اینه که خوراک خود حیوان هست خود علوفه و نگهداری حیوان ها بعضی اینقدر بالاتره که طرف ترجیح میده خودش 1/5 اون بار بکشه ولی برای خودش بمونه یه نکته اینه و یه پدیده دیگه هم اینه که قاطر و اسب و قاطر اینا خیلی گرون شده خیلی گرونه یعنی به نسبت بگیری یه ماشین گرونتر و این پدیده که نمیشه و بعدش هم هدفیه برای پاسدارا که میکشن عموما الان که وسایل ارتباط جمعی گسترش پیدا کرده میبینیم که سیل قتل عام حیوانات زبون وسط رو پاسدارا میکنن حتی برای لذت من بعضی وقتا هستش تو چیزه که برای شادی چند تا از این جنایتکار پاسدارا مثلا یه اسب رو بستن و چجوری به کجاش بزنن مثلا به پاش بکنه همینجوری بازی کرده با کشتن اسب اینا وجود داره این خشونت و این ادباری که حکومت اسلامی در کردستان انجام میده غیر قابل توصیف که یکی از پدیده‌هاش همین مسئله کوربراست که گفتم این جا به جاییه حالا چرا این آدم ها مجبورن این کار بکنن؟ بله برای اینکه اولا کار در کردستان وجود نداره درجه بیکاری خیلی 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 بالاست و خب آدم ها مجبورن کار بکنن یه چیزی داشته باشن مسئله کشاورزی در روستاها تقریبا جواب نمیده دیگه اولا اینقدر که لازم باشه با به سام ممنوعیت هایی که در تأسیس به سلا تکنیک در کردستان وجود داره کشاورزی سنتی قدیم نمیتونه جواب بده در نمیاره وقتی که تو امکانات نداشته به امکانات سنتی نباشه نمیتونی در نتیجه یواش باش در جایی که میتونسته منبع غذای واقعا توده عظیمی از مردم ایران باشه یواش باش داره از بین میره جوان ها مجبورن بیان شهر شهرم که کار نداره هیچی نداره مجبورن برن خارج از کردستان و میدونم اونم پدیده ای رو وجود آورده در جاهای مختلف ولی تازه اونم وقتی بخوان برن جای دیگه باز هم مجبورن آشنایی داشته باشن قوم و خویشی داشته باشن که حتی پعلگی یا تو فلان جوجه کشی یا تو فلان کوره پزی آشنا داشته باشن که بتونن برن همینجوری نمیشه رفت یه سر یه کوره رعاج و پزی پیدا کرد و رفت کارگر شد نمیشه باید یه نفر آشنا داشته باشی که معرفی بکنه از این که اونایی که هیچ کدوم از اینا رو ندارن و مجبورن بمونن مجبورن تن به این کارا بدن و غرورشون اجازه نمیده خیلی هاشون واقعا غرورشون اجازه نمیدن برن جز نیروهای حکومت امنیتی بشن چون از زمان شام این پروسه این پروژه نکبت ادامه داشته که همه جوان ها وقتی که به جای میرسی دیگه نمیتونید میرفتن ارتش گروهبان میشدن هم کلاس خودمان خیلی هاشون گروهبان شدن و خیلی بعدش همونه که بخشی از
گروهبان ها همشون اهل سنندج کرد بودن و بسیار مال کردستان به دلیل بیکاری بوده، این میتونست ادامه تحصیل بده، لاغل میومد میتونست که این کار چون نمیتونه بکنه. در اینجا به همین ترتیبه. و در دوران جمهوری اسلامی به بعد شرایطی پیش اومده مخصوصا از وقتی که این حکومت اربیل، حکومت اقلیم کردستان به وجود اومد، عرض کردم بانک هایی به وجود اومدن، یک تبادل ارزی شروع شد و اون تبادل ارزی دیگه نمال مردم کردستان بلکه قشری تازه ای از در واقع بازاریا به وجود اومده که این قشر دیگه قشر بازاری سنتی قبلی نیست که با توده مردم آمیخته باشه. اینا کسایی هن که با سرانی که میخوان پول جا به جا بکنن هست و در این مرز ظاهرا میگن کالا جا به جا میشه، ولی اونی که جا به جا میشد پول بود که در اقلیم کردستان عرض کردم شعبه بانک هایی وجود داشتن که میتونست دور بزنه و پول نقد اینا رو تبدیل به پول بکنه و بفرسته جاهای دیگه. و طبعا وقتی که همچین چیزی به وجود بیاد ارتباط کالایی هم گسترش پیدا میکنه، بالا میره، بازارشاهای به وجود میاد که دیگه بازار جدیدی که تو بازارشاهایی که تو مثلا منطقه بگیریم قصر شیرین به وجود اومده یا منطقه بانه به وجود اومده یا پیرانشهر، دیگه این اون بازار سنتی قبلی بانه و سنندج و مریوان نیست، این یه تیپ تازه، یه فرم تازه‌ایه که البته دومشون هم خیلی هاشون به مقامات بالاتر که اجازه ورود کالا بهشون میده دارن. اینا همون کسایی هستند که اجازه دارن و بعد از مدت ها این پیل رو که کسایی که خارج از این دروازه های به قول خودشون مجاز میخواستن برن، یه صندوق اتفاق افتاده، رفتی یه صندوق موز آورده، یه صندوق موز چقدر میتونه درآمد داشته باشه و این کشته شده بخاطر یه صندوق موز. چرا؟ که از دروازه نیاورده. و این از دروازه نیاورده یعنی چی؟ یعنی 20% باج نداده اون مالیات، یعنی اینش هم حساب کتاب نداره، این حساب کتاب وحشتناکه. یعنی اونی که دروازه ها کسایی که از مرز میارن، از در واقع دروازه های به قول خودشون آزاد میارن که بعدن براشون پروانه صادر کردن به نام پیلور، حدود اون چیزی که خودشون اعلام کردن حدود 15,000 نفر. حالا این 15,000 نفر آیا تحت پوشش بیمه و قاعدتا باید اینجوری باشه که درمانی و بیمه باشه چون دفترچه دارن، دفترچه پیلوری، و قاعدتا باید زیر تحت پوشش بیمه اجتماعی باشن که مثل اینکه اونا رو جرم میزنن و نمیکنن. ولی مسئله 15,000 نفر نیست، خیلی خیلی بالاتر از این هست. کسایی که مرز همش بگیم 5 تا در بازارچه در واقع مرزی گذاشته باشن، ولی خارج از اون در این چند صد کیلومتری که از پیران شهر تا منطقه قصر شیرین شوخی نیست. اینا خب آدم ها هستن که میرن کوله ای رو بیارن که سنارسش های گیرشون بیاد، و تازه اونایی که پیره بر هستن 1,000 تا مقررات داره، یکی از بالا چقدرش تغییر کرده، حالا پیش از یکیش خبر داشتم، هفته یه دفعه میتونه بیاره و حد اکثر تا 100,000 تومن میتونه بیاره. یعنی در واقع کاری بکنن که همین پیروری که دفترچه داره ماهی 400,000 تومن بیشتر نتونه بیاره اگه همه سرویساش هم بتونه بره، و این میشه زندگی اینا. حالا فکرشو بکنید، اونایی که آخه این نمیرسه به جاییش، این 400 تا رو اگه بخواد 600 تاش بکنه باید این 20% رو نده، و برای این 20% رو نده به طور متوسط ماهی 3 نفر یا 4 نفر کشته میشه، هفته یک، هفته دو تا، نه اون هفته دو تا در سال گذشته عددی که الان یادم است 73 نفر بود، و این در واقع میشه هفته دو نفر کشته میشه، حدود 200 زخمی. الان معلولینی که به خاطر همین جابجایی کالا
که اسم قاچاق چی میذاره؟ قاچاق به معنی که از دروازه گمرکی رد میشه، به علاوه قاچاق مواد مخدر اونجا باب نیست، نمیشه. هرچند جمهوری اسلامی خیلی سعی کرد، خیلی سعی هم میکنه که مواد مخدر رو هم بهش اضافه بکنه در اونجا بشه. همین 3 سال پیش بود، خودم یادمه که در یه گزارشی که زودم برداشته شد ولی منتشر شد، در منطقه سردشت حدود 70-75 تا به قول خودشون آشپزخونه، یعنی لابراتوار آزمایشگاهی که شیشه میسازه، 75 تا در یه روز کشف کردن. میشه که تو این 75 تا آزمایشگاه رو گوشه به گوشه باشه توی خونه های دهاتی؟ اتفاقا خونه های اونجا دهاتش خیلی کوچیکه و تو هر خونه معلوم چی کار میشه کرد، یعنی چیزی نیست که پنهان باشه و پاسگام هم اونجاست و هیچ کم به خبر نداشته. ولی چون شرایطی پیش اومده، اون به اصطلاح تاجر مواد مخدر با تاجر مواد خوراکی درگیری پیدا میکنه، یکم این یکی اون یکی رو به اصطلاح رو میکنه، اون اختلاف های اوناست که چیزای رو میکنه، نه اینکه واقعا دولت بخواد کاری. اون بخواد به تمام حیل شرایط نامساعد و غیر قابل زیستی رو در کردستان به وجود بیاره. این هدف نهایی اونه، به این کار رو میکنه. الانم که این کوربرا به اصطلاح که مرزو بستن، خب مغازه‌دارا، بازارشاه ها که گفتم اینجا پدیده تازهیه، این پدیده قبلا وجود نداشت و اونجاهایی که در ارتباط با این به اصطلاح فروش و جابجایی کالا هستن، مثلا بازار سقز مقداری ارتباط داره با همین بستن مرزها، بازار مریوان داره، ولی احتمالا بازار سنندج این چیز رو نداره، کمتر یا داره. میبینی بازار سنندج هنوز نپیوسته به این اعتصاب به اصطلاح بازار و هرچی هست دودش به چشم چیزا میره، دودش به چشم کولبرا میره و واقعا همچین درخشانی رو در اونجا نمیشه دید. و مهم خود همین به اصطلاح اعتراض بازارشاهای مرزیه که خودشون یه سرش رو به سیاست حکومتی انحصارگر پاسدارا مربوطه و اختلاف درونی خودشون. حالا مثلا اربیل کاملا تحت در واقع حکومت اقلیم، تحت حکومت عراق در اومده و اون امکاناتی رو که قبلا داشت اون رو از دست داده، شاید اعتبارش دیگه برای بانکایی که در اونجا بودن یا برای مقاماتی که با اربیل سر و کار داشتن اون اعتبار رو دیگه نداره. یعنی همون کار رو که در اربیل میکرد ممکن الان توی مثلا بغداد بکنه یا جای دیگه بکنه. مسئله اقلیم که الان اختیارات شد در واقع خیلی محدود شده، احتمالا اعتبارش برای هم بانک های خارجی که دیگه در از کانال حکومت مرکزی عراق ممکنه این ارتباطات برقرار بشه و اون اختیاراتی رو که قبلا برای دور زدن ها داشتن ممکنه به همون اندازه باشه که اینا در به اصطلاح باید با دولت عراق بکنن. که منظورم این که خود این نوع ارتباط اعتبار اربیل رو برای وابستگانشون، همین جناها یا کسایی که در سپاه پاسداران رو ارتباط داشتن، کم شده باشه، اعتبارش کم شده باشه. و خب کسانی که به اصطلاح مشغول آوردن جنس و اینا هستن، ممکن اینا جناهای مختلفی باشن که کارشون این نوع کار باشه. یه عده مثلا کارشون آوردن جنس، یکیش یه بخشش کارش ارزه. بیگمان این دوتا دو بخش مختلف، هر دوش یکی نیستن، اینا تقسیم کارهایی که به اصطلاح برای همدیگی میکنن. و این اختلاف های درونی اونا و بی‌اعتباری شرایط الان اربیل ممکنه این وضعیت بحرانی رو وجود آورده باشه که شاید دیگه فرض کنیم اون کسایی که کالا وارد میکردن، مشکلم کالاها باید انحصاری و در دست سپاه پاسدارا و وابستگان به اوناست، ولا اجازه خاصی به مستقلی وجود نداره. اینی که
اختلاف این رو در اونجا باید دید و بیگمان این مطلب تشدید میکنه نارضایتی در کردستان رو. کردستانی که میبینیم اگر انعکاسی اگر اعتراضی بازتاب پیدا بکنه سنگین خواهد بود، که امیدوارم این بار خیلی آگاهانه تر باشه چون دارای سنت مبارزاتی هست و این نکته خیلی مهمه در اونجا، علی‌رغم اینکه احزاب و سازمان ها عملا در این دوران حکومت جمهوری اسلامی نتونستن حضور داشته باشن، ولی همین یک ذره ارتباطی رو که بیگمان همیشه داشتن خودش تداوم فعالیت سیاسی رو، نمیگم پیروزی یک حزب رو کاملا دوتاست، ولی تداوم فعالیت سیاسی غیر دینی رو در کردستان تضمین کرده. این حالت وجود داره، چیز ساده ای نیست و تاریخ با تاریخ به دست اومده، شوخی نیست. و این رو امیدوارم اگر این نارضایتی های سراسری هم گسترش پیدا بکنه که چشماندازش هست، اینی که در کردستان میشه منتظر بود که بر پایه همین زمینه های ناراضی که یه بخشش رو خود حکومت این شکلی به وجود میاره، همونطوری که به اسم مال باختگانی که در هر صورت در حد اقلی داشتن و از رانت پولی بانکیشون زندگی میکردن، اینا که شورشگر نبودن ولی اینا رو وادار به شورش میکنه، در کردستان هم همینطور. میبینیم همین آدمایی رو که بنا به امتیازات اینا رو واقعا اپولیتیزه کرده، یعنی سیاست زدایی کرده، ولی اینا هم بر میگردن به قاطی میشن با جنبش مردم و این نکته نکته خیلی مهمیه برای فعالیت کردن در کردستان. به نظر اقتصادی واقعا کردستان از هر نظرش چه محیط زیستیش، میبینیم مثلا سنندج یکی از بدترین شهرهای به اصطلاح آلوده است، همین چند روز پیش که اصلا تعطیل به طور کلی هرچند گفتن به خاطر حواس، ولی مثل این که بازار سنندج هم با همین خاطر تعطیل شده بود، ولی گفتن برای بدی حواس، ولی آنچنانه که حتی بازار هم نمیتونه باز بشه حتی اگه اونش هم حساب بکنیم، و این کم نارضایتی نیست. و یا مسیری که از مخصوصا مسیر مریوان هست، بیشتر مال تانکرهای نفتشون که میارن و در واقع اون نفت قاچاقه، اگه قاچاق هست اونا قاچاقه، نه اون رو تو جنس و کولبری که میاره، که جنس رو میارن و میفروشن و مدام مدام هم حادثه میآفرینه، کارگری که در واقع راننده ای که میره از منطقه اربیل بیاد از منطقه کرکوک نفت بیاره تا مریوان رو از اینجا بیاد خسته کوفته، حادثه میآفرینه با اون جاده ای که هنوزم یکی از جاده ها جاده زمانه جنگ اولی که روسا ساختن، این بر نمیداره هیچی رو، یه ذره تعریضی ها شده باشه یا نه، واقعا وحشتناکه. صحبت های کردن نمیخواد باور بکنه یا آنچنانی باور کردنش ممکن نیست، ولی واقعا وضعیت کردستان این شکلیه. و این خلاصه امیدوارم که این نسل تازه بتونن با تجربه گیری از تداوم به اصطلاح آزادی خواهی و رشد اجتماعی کاری کارستان رو بتونن بکنن و مثل دفعه پیشتر نشه. دفعه پیش وقتی که اون جابجایی حکومت شد، من حتی گاهی هم از اسم قیام شد، ولی جابجایی حکومت شد، کردستان به صورت زمینه ای برای تداوم انقلاب وجود داشت. متاسفانه هیچ کدومون این متوجه نشدیم، همیشه کردستان به صورت یه پشت جبهه نگاه کردن، در حالی که خود جبهه بود، کردستان جبهه بود علیه این حکومت جهل و جنایت و نکبتی که اومده بود. ما این رو متوجه نشدیم به طور عموم، حتی چپ که میتونست بیاد اونجا فعالیت بکنه ولی به صورت پشت جبهه نگاه میکرد. وقتی جبهش در تهران شکست دیگه اونجا هم نمیتونست بمونه. یکی از دلایلی که چپ ایران نتونست تو کردستان بمونه و ریشه بذاره برای این بود به صورت پشت جبهه نگاش کرد، قاطی نشد، مال خودش ندونست و
و این یه نکته ای که امیدوارم این بار دیگه اینطوری نشه. اینجا پشت جبهه نیست، جبهه ای که هنوز جون داره، جبهه ای که هنوز اسلام سیاسی بر فضای اسلام سیاسی بر فضای سیاسی حاکم نیست. این نکته خیلی مهمه. تنها شانسی که کردستان آورده تو عمر و الا هیچی نداره، نه صنعت داشت، نه صاحب به اصطلاح جنبش های پرولتری بودن، اینا رو هیچ کدوم نداشته. ولی میبینیم چقدر مهمه، چقدر مهمه عدم حاکمیت دین بر فضای سیاسی. طوری میشه که با کوچکتر تجمع میشه یک تشکل مترقی به وجود آورد. همینطوری جنبش زنان در کردستانی که با هر حسابی بگیریم نسبت به زمینه صنعتی و کتابخونه داره، مگه سینما داره، مگه نمیدونم صاحب صنعت نیست، اما میبینیم یکی از در واقع کانونهای قوی و خوب مبارزه با در واقع در آزادی زنان و برابری زنان در کردستان و خیلی هم خوب عمل میکنن. یا محیط زیستا دیگه مجبورن به صورت محیط زیست، بنده سیاست کاری ندارم، ولی این محیط زیست رو وقتی که میری میبینه میگیرنشون، حتی اعدام میکنن، حتی به این ترتیب. محیط زیست میبینید تو کردستان با این که شاخص های خیلی خیلی بزرگی تو کردستان میکنه که خوشبختانه موفقیت هم مقدار زیادی داره و کارهای فرهنگی میکنن، تئاتر خیابونی، این کارهایی که در واقع میشه کرد و میبینیم واساب داره، وجود داره. امیدوارم که این ارزشمندی تداوم مبارزات رو در کردستان به چشم ببینیم. در هر حال برمیگرده به مسئله این پدیده ای که آن به وجود اومده که بازارها تعطیل شده، یک پدیده ای که ریشش در خود کردستان نیست، ارتباطش رو من با اون به اصطلاح برنامه گذارایی که در رابطه با ورود کالا در دستان این انحصارشو دارن که در برقا میشه سپاه پاسدار هستش، یا میگم جناح بخش را نمیدونم، ولی اون چی که هست عملش سپاه پاسدار هست عمل میکنه و چقدر حالا با چه منظوری این آیا همون عرض کردم بی اعتبار شدن اقلیم کردستانه که این امر رو بهشون تحمیل کرده و دیگه اونجا دراشون نمیصرفه، یا مسئله دیگه. ولی مسئله امنیتیش که به اعتبار اینکه گویا سازمان های دیگه سیاسی این کار رو مرز خوران میکنن، این همش بی خودی. دور بعد میگردم به صدا خود مطلب که همین بحرانی که الان به وجود اومده، بسن مرزها و اعتصاب بازارشاه و بازاریای بانه و ملیوان و سبز و شاید هم پیران شهر. این مسئله همطوری که عرض کردم مربوط به خود روابطی که انحصارگرای ورود کالا که عبار باشه خود پاسدارا و وابستگانشون از اقلیم کردستان عراق، به زمانی که در واقع جدایی نسبی داشت از مرکزشون از بغداد، امکاناتی برای دور زدن وجود داشت استفاده میکردن و ممکنه این بحران که عبارت باشه از بیعتباری خود حکومت کردستان و ادغامش در واقع ادغام مجددش در کل قوانین عراق، اعتبار اینا رو کم کرده باشه، سوددهیش رو کم کرده باشه برای سپاه پاسدارا و به این ترتیب دیگه نصرفه براشون، به این ترتیب این بازارشاها و این به صدا انتقال کالا رو داشته باشن. این یکی از مسائله. یا به اعتباری هم ببینن هرچی این رابطه کالایی گسترده در بشه، باسم پیوند مبارزات یا در واقع گسترش این کاسا هم خودش از کار چاره ای نداره و بخوان این مرسا رو به یه جوری محدود و محدودتر بکن. اما در عکسش بیگمان اعتراضات عمومی دیگری رو دامن خواهد زد و به تشدید نارضایتی ها در کردستان که هیچ گونه شرایط راضی بودن از حکومت رو در بر نداره، اونو تشدید میکنه و باز تکرار میکنه. امیدوارم که
این بار سازمان یافته تر و با برنامه تر به تداوم در واقع مبارزات آزادی خواهان در کردستان شاهد باشه و این دفعه دیگه اینجا پشت جبهه نیست، جبهه است، در جبهه کردستان باز هم آغاز بکنه، یعنی دوباره ادامه پیدا بکنه، قوی تر بشه، به این ترتیب بگید بهتر. من دیگه عرضی ندارم، امیدوارم که در آینده، چون واقعا نکته های خیلی خیلی زیادی توی مسائل هست، تو همین کردستان چیزهای نشناخته، از همین مسئله پولداریش که به سادگی گوشه رو عرض کردم وجود داره تا خیلی نکته های دیگه. چرا کردستان اسلام بر فضای سیاسیش حاکم نیست؟ چرا؟ این نکته ای و این رو باید تحلیل کرد، گوشه هاشو دید از این هر. بسیار عالی، دقیقا صحبتی که من بخواستم میگم شما گفتید، این که در فرصت های دیگه حتما در خدمت شما باشیم. در خدمت شما. متشکرم و سپاسگزارم از این که امروز وقتتون رو در اختیار گذاشتید. متشکرم از شما و بیننده کنیم عزیز. امیدوارم که ارتباط ما ادامه پیدا بکنیم. پیروز باشیم. حتما.